به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. عرض ارادت خدمت تمام دوستان و سروران گرامی در پیج اینستان و کانال یوتیوب کالج باستانی. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوش باشه و تندرست و شادمان باشید کنار اونهایی که دوستشون دارید. دوستان عزیز، با توجه به این که دو تا از قواعد شب رو خدمتتون عرض کردیم، قاعده شماره 3 رو خدمتتون اعلام میکنیم. امیدوارم که بتونید از این قاعده استفاده کرده باشید و به موفقیت برسید که موفقیت شما آرزوی ماست. در خدمت جناب سلیمان هستیم و اگر چاق سلامتی میخوام بکنن، صحبتی دارن، صحبت لازم رو داشته باشن با شما و الباقی رو اگه اجازه بدن من ادامه بدم خدمتون. جناب سلیمان بفرمایید. خدای کمک، خدای به نام تو صحبت میکنم. خدای هیچی بلد نیستم. خدا حافظ. خب تمام. خب دوستان عزیز، جناب سلیمان بیشتر از این وای نستادن. حالا من مواردی رو ایشون عرض کردن که به صورت اختصار خدمتتون توضیح میدم. دوستان ببینید، قاعده شب شماره 3 سایه کفتار نشسته است. حالا بعضی از دوستان شاید بگن که ما چطور تشخیص بدیم که این سگ نیست و کفتار هست. دوستان اگر شما با توجه به شرایطی که عرض میکنم شما اون سایه رو ببینید، اگه سایه سگ باشه صورت سگ دیده نخواهد شد و مسلما معمار زمان کفتار رو طوری طراحی کرده که کامل دیده بشه. اگه سگ باشه صورت سگ دیده نمیشه. پس شما کفتاری رو میبینید به صورت نشسته سر بالا. خب حالا مشخصات این تپه باید دوستان به چه صورتی باشه؟ اولا اینکه ارتفاع تپه باید 1.5 متر باشه. تپه شما به صورت کله قندی باشه و خدمت شما عرض بشه که راه مالرویی باشه کنار این تپه و خدمتتون عرض بشه چشمه‌ای باشه که این چشمه آب شور باشه. حالا شورم نشد مشکلی نداره، اما شوری آب باید احساس بشه و در فاصله 1.5 تا 3 کیلومتری اون دوستان حتما باید یک قلعه هخامنشی باشه و در قسمت شرق تپه. درست استاد؟ در قسمت شرق سنگ فرش باید باشه؟ بله. در قسمت شرق این تپه 1.5 متری باید یک سنگ فرشی در کف رو شما داشته باشید. دوستان ساعت مشاهده سایه کفتار در هر سال 1 ماه هست. در تیر ماه ساعت 1.5 تا 2 صبح، در تیر ماه زمانی که ماه کامل باشه. بعد خدمتتون عرض بشه که قبل از رسیدن به تپه شما 20 متر به تپه برسید اون سایه رو میبینید که کفتاری هست نشسته سر به بالا. و مورد دیگه این هست که شما چون تپتون 1.5 متر هست، 1.5 رو ضرب در 2 میکنیم میشه 3 متر. دقیقا جایی که کفتار نشسته 3 متر زیر محل نشستن کفتار شما یک تنوری میبینید که دور تنور یه حالت تنوری هست، دور تنور ساروج و جنازه‌ای در داخل اون هست به صورت چنباتمه یا جنینی.
زیر اون جنازه شما ساروجی رو خواهید دید و بعد از برداشتن ساروج سه تا چیز رو مشاهده میکنید: صندوقچه، دیگ و خمره. مبارکتون باشه، انشالله که بتونید با عرض کردن این مطالب و گفتن این مطالب خدمتتون بتونید استفاده ای رو کرده باشید و حداقل موفقیت شما باعث دلگرمی ما میشه. و مورد بعد این هست که جانم ببخشید. خدای کمک، خدای وان نوبت، خدای وان نوبت. خود تپه باید به شکل خود کفتار باشه. یعنی خود تپه 1.5 متری هم از دور شبیه کفتار هست و سایه کفتار هم روی تپه است. خب بغل تپه، سایه که میفته بغل تپه، ولی خود تپه به شکل کفتار. خود دوستان، پس خود تپه هم از دور شما به شکل یک کفتاری میبینید و سایه کفتار رو در هر کجای تپه دیدید که نشسته است، زیر اون 3 متر مکانی رو میبینید به صورت تنوره و خدمت شما عرض بشه دیگ، خمره و صندوقچه که مبارکتون باشه. حمایت کنید از ما، کانال ما رو سابسکرایب بکنید، ما رو به دوستان فریقی خودتون معرفی بکنید و از تمام کارشناسای دیگه به جد خواهش میکنم حتما یکی از قواعد شب رو بیان توضیح بدن. تا الان 3 تا قاعده شب رو خدمتتون عرض کردیم و متاسفانه حتی یک نفر هم نبوده که بیاد یکی از قواعد رو بگه. دنبال کنید، حمایت کنید، قواعد بعدی رو هم خدمتتون عرض خواهیم کرد. عرض خاصی نیست، امضای خدا پای تمام آرزوهای زیبای تک تک شما دوستان. خدای خودت کمک کن ان شاء الله. یک سوال مون جانم بفرمایید. سوالا سایه در مرگ، بله، این کفتار، سایه کفتار رو اصطلاحا میگن سایه در مرگ، که گویا کتابی هست به زبان عبری به نام سایه در مرگ، درسته؟ خدا کمک کنه. قربان شما، دست درد نکنه. لطف دارید، متشکرم. حق نگهدار، گالیور هستم به اتفاق استاد سلیمان. یک سوال دیگه مون جانم، بازم بفرمایید. از اینی که با خودم صحبت میکنم، خداوند به گناه من رو بگذارم. نه، خواهش میکنم، این حرفا نیست، ما مخلص شما هستیم. لطف دارید دوستان. حق نگهدار، حمایت کنید از ما، حمایت کنید. این حمایت شماست که ما میتونیم با حمایت‌های شما جون تازه‌ای بگیریم. حق نگهدار، گالیور هستم.